نگرانی هند از نشست سه‌جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان. واشنگتن درباره این نشست به دهلی نو معلومات داده است. و افزایش تلفات غیر نظامیان در رویدادهای ترافیکی در کشور، بی‌توجهی راننده‌ها عامل اصلی این رویدادها. بنام و خداوند یکتا و درود بر شما. به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز شنبه 7 ثور سال 1392 خورشیدی برابر است با 27 اپریل سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. واشنگتن در پیوند به نشست سه‌جانبه بروکسل میان افغانستان، پاکستان و آمریکا به هند معلومات داده است. نشست بروکسل سه روز پیش به هدف بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و گفتگوهای صلح برگزار شد. در حالی که تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف گفتگوهای صلح با طالبان جریان دارد، اما طالبان از آغاز حمله‌های بهاریشان خبر می‌دهند. بشیر احمد قاسمی این موضوع را دنبال کرده است. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا که تحول تازه در روابط کابل و اسلام آباد و گفتگوهای صلح دانسته می شود، به نظر می رسد که هند را نگران کرده است. با این همه معاون وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در حاشیه نشست کشورهای قلب آسیا در قزاقستان به وزیر خارجه هند در پیوند به این نشست معلومات داده است. کابل پیش از این هشدار داده است که اگر پاکستان طالبان را با میز گفتگوهای صلح نکشاند، بار دیگر نشست مشترک را با پاکستان برگزار نخواهد کرد. در همین حال طالبان از آغاز حمله‌های بهاریشان به نام خالد بن ولید خبر دادند، اما چرا طالبان پس از نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا از جنگ خبر دادند؟ متاسفانه یک طرح مدون که به اساس یک پالیسی قابل قبول بوده باشد، نه از طرف جامعه جهانی و خصوصا ایالات متحده آمریکا و نه از جانب حکومت افغانستان مطرح شده که مخالفین مسلح و همچنان جناح‌های مختلف بتوانند اعتماد خود داشته باشند و روی این روند به صورت اساسی کار بکنم. با این همه وزارت امور داخله عملیات تازه طالبان را یک جنگ تبلیغاتی میداند و تاکید میکند که طالبان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی کشور را ندارند. ما کاملا آماده هستیم و نامگذاری همچون عملیات ها از افراد صحابه اسلام فکر میکنم یک توهین به اسلام است از طرف طالبان و ما کاملا آماده هستیم و طالبان آرمان به گور خواهند برد که دوباره در بین مردم افغانستان نفوذ داشته باشد. خواستیم که درباره عملیات تازه طالبان دیدگاه شورای عالی صلح را نیز داشته باشیم، اما موفق به دریافت نظر مسئولان شورای عالی صلح در این باره نشدیم. 14 کشور قلب آسیا پشتیبانی خود را از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی اعلام کردند. در این میان هند خواهان مبارزه جدی با هراس افغانی در بیرون از مرزهای افغانستان شده است. وزیر خارجه هند هراس افغانی را مانع جدی در برابر افغانستان دانسته است. باز هم بشیر احمد قاسمی گزارش می‌دهد. سومین دور نشست کشورهای قلب آسیا که مشمول 14 کشور می شود در قزاقستان به کارش پایان داد. 14 کشور قلب آسیا در این نشست در اعلامیه تاکید کردند که با افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی همکاری می کنند. رئیس جمهور قزاقستان در این نشست بنیادگرایی را تهدید جدی در برابر افغانستان دانسته است. تهدید هراس افغانی بین المللی و افراطیت مذهبی هنوز یک چالش مهم منطقه‌ای است. متاسفانه افغانستان هنوز به حیث منبع فعالیت‌های هراس افغانی و افراطگرایی باقی مانده است. مرزهای مشترک افغانستان با پاکستان همواره از مناطق دارای مشکلات امنیتی در منطقه به ویژه در افغانستان بوده است، اما پاکستان این موضوع را پیوسته رد کرده است. هند از کشورهایی است که از تهدید هراس افغانی از مرزهای افغانستان همواره ابراز نگرانی کرده و از کشورهای قلب آسیا خواسته است تا در برابر این تهدید در حال افزایش مبارزه کنند. ما هیچ تردید نداریم. چالش هایی که فرارای افغانستان قرار دارد تهدید هراس افغانی است که از بیرون مرزهای آن ناشی می شود. هرچند در جریان سالهای گذشته همواره نشستهای درباره افغانستان برگزار شده است، اما این نشستها نتایج عملی را تا کنون کمتر در پی داشته است. امیدواری است که این گفتگوها و این مذاکرات منجر شود به یک راهکار عملی و برداشتن گامهای جدی و عملی در راستای ریشه‌کن کردن هراس افغانی در سطح منطقه که متاسفانه در نشستهای متعددی که در همین رابطه در کشورهای مختلف تا کنون برگزار شده و بعد رها شده و به اعلامیه اکتفا شده.
نشست نخست کشورهای قلب آسیا در استانبول ترکیه و نشست دوم آن سال گذشته در کابل برگزار شده بود. نشست سوم کشورهای قلب آسیا در حال برگزار شده است که بیشتر کشورهای منطقه هم اکنون در نامنی‌ها به سر می‌برند و با چالش‌های زیاد روبرو هستند. رویدادهای ترافیکی در کشور هر روز قربانی می‌گیرد. بر بنیاد گزارش‌ها از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون ده‌ها شهروند کشور از اثر رویدادهای ترافیکی در مسیر شاهراه‌ها کشته و زخمی شدند. نبود بازپرس قانونی و بی‌توجهی ترافیک از عوامل اصلی افزایش رویدادهای ترافیکی گفته شده است. در تازه‌ترین مورد دیروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار از اثر بی‌توجهی راننده یک بس موتر مسافربری 40 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی شدند. روحالای آرمان نگرانی ها از افزایش رویدادهای ترافیکی را در این گزارش دنبال کرده است. افزایش رویدادهای ترافیکی در مسیر شاهراهای کشور انتقاد و نگرانی شدید مردم و اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است. در تازه ترین رویداد ترافیکی پیش از چاشت امروز 3 تن از اثر واژگون شدن یک موتر باربری در ولایت فراه کشته شدند. روز گذشته نیز تصادم یک موتر مسافربری با لاشه یک موتر تانکر نفت در مسیر شاهراه هلمند قندهار 45 تن از مسافران را به کام مرگ فرستاد و بیش از 10 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولان برخی شرکت های خصوصی مسافربری میگویند که به توجهی مسئولان دولت در برداشتن موانع و موترهای تخریب شده از روی جاده ها عامل اصلی این رویداد بوده است. چې په هر ولایت کې موټر راځي د پارا د هرات د نیمروز د لشکرګاس 55 سپاری ورچولي په ټرنو یې بار پسې ورچولي او د حکومت چې توجه نه کوي هغه چیشته چې کوم یو موټر وسوځه سي هغه د ډېر وخت لپاره هلته پاتې وي. په جهان کې دا قانون دی که موټر هر شی که وسوځه سي که حادثه وکړي ځای پر ځای داغه ځای په وایدامه او دا ورته راځي اتفاقیه ورته راځي هغه سړک لا پرېمینځي زموږ دا سړک پرېمینځل څه که یا موټر په کلو ولاړي. از سوی دیگر برخی از شهروندان و اعضای مجلس نمایندگان نبود حاکمیت قانون در کشور را از دیگر عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی میدانند. درایورایی که در افغانستان وجود داره اکثریتش لایسنس قسم میگیرن که هیچ خودشان به دروازه ترافیک نمیرن. یک سو ملت متوجه به قانون نمیشه و یک سو به حساب مسئولین قانون تطبیق نمیکنه. فلهاز یک خلایی هست، یک مشکلی هست. دیده بودم که راننده در جریان رانندگی سیگار به دستی بود یا گفتگو با شاگرد داشت. گزارش های منابع رسمی نشان می دهد که در سال گذشته دست کم 2000 شهروند کشور از اثر رویدادهای ترافیکی جان باخته و بیش از 3000 تن دیگر زخمی شدند. با این حال مسئولان وزارت ترانسپورت می گویند که آنها در این باره مسئول نیستند. در ماده 15 صفحه 82 ریاست محترم ترافیک توضیح شده است که وقایه و جلوگیری از حادثه ترافیکی و مؤاخذه از وظایف ریاست محترم ترافیک کابل می باشد. مام تا جایی که با ما ارتباط می گیرم مطابق موادات قانون ترانسپورت هر شرکت ها و اتحادیه تخطیایی می کنند. تخطیه کردن که ما چندین شرکت و اتحادیه را که سند موجود داریم اونا را ما فعالیتشان به شکل تعدیبی توقف دادیم، ولی به شکل دائمی توقف داده به خاطر عزیزان نمیتونیم چون اینا بیلانس به دولت میتن. با این همه انتقادها و نگرانی هایی که در پیوند با کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان در اثر رویدادهای ترافیکی در مسیر شاهراهای کشور وجود دارد، خواستیم نظر مسئولان ترافیک را در این مورد داشته باشیم، اما به دلیل نداشتن اجازه از سوی وزارت امور داخله حاضر به گفتگو با ما نشدند. روح‌الله آرمان، تلویزیون یک، کابل. امروز هفتم ثور برابر است با 35مین سال روز کشته شدن محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان. صبح روز هفتم ثور سال 1357 خورشیدی کودتای نظامی خونین در شهر کابل رخ داد که منجر به کشته شدن محمد داود خان و 16 عضو خانواده او شد. اکنون شمار از افراد با یاد بود از سال روز کشته شدن داود خان این روز را سرآغاز بدبختی های افغانستان عنوان می کنند، چیزی که اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان آن را نمی پذیرند. کودتای هفتم ثور سال 1357 خورشیدی که پایان خونینی برای جمهوری محمد داود بود تحول بزرگی را برای افغانستان رقم زد. با آنکه نخستین تحرکات نظامی به منظور سرنگون کردن جمهوری داود در بامداد هفتم ثور برای وزارت دفاع دولت داود خان تا حد غافلگیر کننده بود، اما بر بنیاد گزارش ها امکان چنین تحولی از روزهای پیش احساس می شد. اکنون 35 سال پس از آن روز برخی از نمایندگان مجلس از آن روز به خوبی یاد نمی کنند و آن را سرآغاز بدبختی های افغانستان می دانند. وجدانهای بیدار بدانند که معنای دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک آدمکشی و سلول و زندان نبود،
که به نام دموکراتیک در واقع خفقانترین نظام را در افغانستان پایداری کردند و امروز هر مصیبتی را که میبینیم در واقع ای گناه همه مصیبت ها به دوش کسانی هست که در واقع افغانستان به این سمت سو بردن. شماری از اعضای خانواده و دوستداران محمد داود نیز در کابل دور هم جمع شدند و در مورد شخصیت و کارکردهای او صحبت کردند. برخی از این افراد روز هفتم ثور و عاملان کودتا در این روز را نکوهش می کنند. تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردید، سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود. سردار محمد داود خان در افغانستان در تاریخ پیو اونده پڑاو که یه استر شخصیت رو حقا غمیز و فاجعه چی در سال پوگونه پیکش بر دقیق بارکی چه هر سوم خبری وشی دیو گوی دی غم لدلی حادثه پا بارکی چه هر سوم غیگون اما برخی از اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق نمیپذیرند که تنها این اقدام آنها سبب خونریزی های چند دهه اخیر شده است، بلکه به گفته آنها هشتم ثور آغاز بدبختی های وحشتناک تر از هفتم ثور بوده است. نظام دموکراتیک وقت زمان در اون وقت اصلاحات دموکراتیک را اعلان کردن کاملا به نفع عوام و اکثریت مردم افغانستان بود و همه معلوم است با شما هم معلوم است که در نتیجه هشت ثور در اینجا تنظیمهای جهادی بین خود چنانچه هشتی نپذیر بودن علیه اینه که دیگر جهاد اعلان کردن که دیگر از بین بردن. در روز هفتم ثور 1357 کاروان تانک‌های قوای چهار زرهدار با فرماندهی محمد اسلم وطنجار از شرق شهر کابل به سوی مرکز شهر حرکت کردند و بر بنیاد گزارش‌ها نخستین گلوله تانک ساعت 12 چاشت ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد که همه چیز را برهم زد. حملات هوایی هم که به رهبری عبدالقادر از فرودگاه بگرام به هدف کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت، ضربه‌های سنگینی بود که سرانجام مقاومت داوود خان را در هم شکست. 35 سال پیش سردار محمد داوود خان با 16 عضو خانوادش در یک کودتای نظامی در شهر کابل کشته شدند. پس از 31 سال 4 سال پیش سرانجام بقایای اجساد او و خانوادش در پلیگون پلچرخی پیدا شدند و در این محل دفن گردیدند. محمد داوود نخستین رئیس جمهور افغانستان و 16 عضو خانوادهش به شمول یک کودک 2 ساله همه در این کودتای نظامی غافلگیر کننده کشته شدند و شامگاه روز هفتم ثور 1357 خورشیدی حفیظ الله امین سقوط خاندان سلطنتی را از رادیوی دولتی اعلام کرد. این گونه دوران زمامداری نخستین رئیس جمهور افغانستان پایان یافت و فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی افغانستان با روی کار آمدن نور محمد ترکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر عرکه قدرت ورق خورد. شما را از اعضای مجلس نمایندگان نیز هفتم ثور را روز آغاز بدبختی ها در افغانستان و هشتم ثور را روز پیروزی مجاهدین می دانند. معاون دوم مجلس نمایندگان کودتای هفتم ثور را آغاز فاجعه در افغانستان دانسته می گوید که بازی با سرنوشت مردم افغانستان در این روز آغاز شد و تا اکنون نیز ادامه دارد. در این میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان خواستار عملی شدن عدالت انتقالی در کشور شدند. اعضای مجلس نمایندگان هفتم ثور را روز سیاه و آغاز بدبختی مردم افغانستان می دانند و آن را به شدت نکاهش می کنند. مملو از فاجعه ها و حماسه ها که به صورت توامان تا کنون تکرار می شود و در مسیر این تکرارها سرنوشت ملت بزرگ ما به بازی گرفته شده و حاصل جانفشانی ها و مجاهدت های عظیمشان به جای پخته شدن در بستر ملی به گودال سوزان خودپرستی ها و قدرت پرستی ها با آتش کشیده شده که ناله هر خشت این وطن شاهد این ماده است. در این میان برخی دیگر از اعضای این مجلس هشتم ثور را روز پیروزی مجاهدین افغانستان و شکست قشون سرخ شوروی می دانند، اما تاکید می کنند که نباید کسانی که جهاد مقدس مردم افغانستان را بدنام کردن فراموش شوند. وظیفه هر مسلمان افغان می دانیم که از هشت ثور به خوبی تجلیل کند و ما وظیفه داریم که از هشت ثور تا زنده استیم تجلیل کنیم. نسل آینده ما هم در طول ده ها و صد ها سال با افتخار و مباهات از هشت ثور تجلیل کند. از سوی هم
برخی از نمایندگان مجلس روزهای 7 و 8 ثور را نکاهش میکنند و خواستار به دادگاه کشاندن مجرمین جنگی هستند. بقایای از این هر دو روز بر افغانستان هست، هیچ کدامش یکی نسبت به دیگش برتری نداشته و نداره، لااقل به باور ما و به دیدگاه ما. اما آنچه که ما خواهانش هستم، نمیخوایم افغانستان دوباره به مو تاریخ خود بره. ما از گذشته باید پند بگیریم و این پند گرفتن و این آمرزه ها بدون تطبیق برنامه عمل عدالت انتقالی نمیتانه مؤثریت خود داشته باشه و نمیتانه لااقل تاریخ درستتر را بر فردای افغانستان رقم بزنه. با این حال اعضای مجلس نمایندگان از عدم بزرگداشت باشکوه از 8 ثور سالگشت پیروزی مجاهدین افغانستان از سوی حکومت انتقاد میکنند و از رئیس جمهور کرزی میخواهند تا از این روز به گونه مناسب بزرگداشت کند. وزارت داخله گزارش دیدبان حقوق بشر درباره آزار و اذیت جنسی پلیس زن را در کشور رد می کند. وزارت داخله می گوید که برای پلیس زن همه امکانات از جمله تشنابهای ویژه و اتاقهای جداگانه برای تبدیل لباسهایشان در تمامی مراکز پلیس در نظر گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در گزارش گفته است که پلیس های زن به دلیل نبود تشنابها و اتاقها برای پوشیدن لباسهایشان مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا در این باره توجه جدی کند. حالا شماره از پلیس زن افزون بر رد این گزارش خواهان اعاده حیثیتشان می باشند. ما ادعای حیثیت خود می کنیم. چرا همین و تبلیغ پشت سر ما شود؟ چرا سر ما تومت شد؟ اما ما شرط دارم فامیلای خود سعی کرده نکنستیم. ما این موضوع را حتما بررسی خواهیم کرد. شما از صحبت های یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی شورای ملی را هم شنیدین که اونا هم خواهان ازی هستند تا این گزارش را ببینند، جزئیات گزارش را ببینند و هرگاه اسناد و شواهد باشد که مستند باشد، تنها با یک تماس تلفنی و یا با یک گفته نمیتونه که یک سند یا یک گزارش رسمیت داشته باشد. ما در این موارد میخواییم که ژورنالیست های عزیز ما، امرای ما، سن قماندانی امنی ولایت کابل ببینند، از دفتر خواهرای ما شروع تا جایی که برای زینا و اتاق تدارک دیده شده و به خصوص تشنابای مشخصی که به خاطر استفاده در نظر گرفته شده. البته ما دیگه چیز نمیگیم، یک قضاوت برای شما میسپاریم و برای مردم افغانستان میسپاریم که بعد از این مردم ما قضاوت کنند و شما که با چشم سر میبینه آنچه را که شما میبینه. ما امیدوار هستم امون کس میگم میش حق بینی خود در اکثر موارد داشته، حالی اما موضوع را محول میشازیم با شما. صنعت بودوزی در افغانستان رو به سقوط است. شماره از صنعتکاران بود میگویند که اگر دولت تا یک سال دیگر از این صنعت حمایت نکنند، صنعت بودوزی در کشور به کلی از بین خواهد رفت. بیشتر بودوزان اکنون این پیشه را رها کردند و مصروف دیگر شغلها شدند. یکی از کارگاه های کوچک بودوزی در شهر کابل، فراورده های این کارگاه بسیار اندک است. روزانه این فرد تنها 6 جوره بود تولید می کند. مسئول این کارگاه رئیس اتحادیه بودوزان شهر کابل نیز است و این می گوید که واردات بودهای چینی و پاکستانی تولیدات این کارگاه را بسیار کاهش داده است. بهای بیشتر بودهایی را که این کارگاه تولید می کند از 1000 تا 4500 افغانی است، اما بودهای بی کیفیت چینی و پاکستانی بازار فروش بودهای این کارگاه را به گونه جدی صدمه زده است. بیشتر کارگاه های بودوزی با وارد شدن بودهای چینی و پاکستانی در شهر کابل بسته شدند. این فرد کلال محمد نام دارد، 30 سال مصروف صنعت بودوزی در کارگاهش بود، اما کارخانه وی نتوانست با بودهای چینی رقابت کند. در حال حاضر این صنعتکار به چپس فروشی رو آورده است. بودهای چینی که آمد، سرمایه چیز کار بودوزی ما بیادر به سقوط مواجه شد. حال از مجبوری بیادر هر کار پیشه که بیادر باشه ما مجبور هستیم بکنیم. رئیس اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید که بیشتر بودوزان مصروف دیگر شغلها شدند. به گونه مثال این فرد پیش از این سالهای زیاد در صنعت بودوزی کار میکرد، اما در حال حاضر یک دکان خوراک فروشی دارد. یک تعدادش دمی بازار من میشناسم، کراچیوانی میکنه، یک تعدادش چپس میفروشند. همین چپس فروشی که یک مثال زنده شنمید که از کارگاه مک برامده رو بروی می نمید چپس فروش کرد، بیچاره خودش بودوز بوده. دو تا دکانی که در پالویش از خوراک فروشی هر دوش بودوز بوده.
به گفته رئیس بودوسان شهر کابل، شمار زیاد از بودوسان صنایعشان را با گذاشتن علامت دیگر کشورها مانند ترکیه به فروش می رسانند. مارک خارجی را می زنند، مارک ترکیه یا یک کشور اروپایی را با زور می تانند، مثل کلاهبرداری سر مردم عزیز ما تا 2,500 افغانی بفروشند. یکی از علتاش این است و کارگر ما را، کارگردان ما را بیچاره مجبور است که تن به این ذلت بدهد. اکثریت مشتری ها که سعی میکرد فقط برای لوگو، البته دکاندار هم کلان که سودا میکردن در حساب ترکی سودا میکردن. پیش از سال 1371 هجری خورشیدی بیش از 3000 کارگاه کوچک و بزرگ بود دوزی در کشور وجود داشت، اما نبود حمایت دولت سبب شد تا بیش از 2700 کارگاه بسته شود. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر موضوع به کارگیری جنگ افزار کیمیایی از سوی دولت سوریه ثابت شود، موضع واشنگتن در برابر دمشق تغییر خواهد کرد. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن میگوید که شواهد استفاده جنگ افزارهای کیمیایی از سوی دولت سوریه ابتدایی است. از سوی دیگر مخالفان دولت سوریه از جامعه جهانی خواستند تا برای توقف حملات دولت سوریه بر ضد آنچه آنان غیر نظامیان گفتند اقدام کنند. صنعت بوددوزی در افغانستان را به سقوط است. شمار از صنعتکاران بود میگویند که اگر دولت تا یک سال دیگر از این صنعت حمایت نکنند، صنعت بوددوزی در کشور به کلی از بین خواهد رفت. بیشتر بوددوزان اکنون این پیشه را رها کردند و مصروف دیگر شغل ها شدند. یکی از کارگاه های کوچک بوددوزی در شهر کابل، فراورده های این کارگاه بسیار اندک است. روزانه این فرد تنها 6 جوره بود تولید می کند. مسئول این کارگاه رئیس اتحادی بوددوزان شهر کابل نیز است. وی می گوید که واردات بودهای چینی و پاکستانی تولیدات این کارگاه را بسیار کاهش داده است. بهای بیشتر بودهایی را که این کارگاه تولید می کند از 1000 تا 4500 افغانی است. اما بودهای بیکیفیت چینی و پاکستانی بازار فروش بودهای این کارگاه را به گونه جدی صدمه زده است. بیشتر کارگاه های بوددوزی با وارد شدن بودهای چینی و پاکستانی در شهر کابل بسته شدند. این فرد کلال محمد نام دارد، 30 سال مصروف صنعت بوددوزی در کارگاهش بود، اما کارخانه وی نتوانست با بودهای چینی رقابت کند. در حال حاضر این صنعتکار به چیپس فروشی رو آورده است. بودهای چینی که آمد، سرمایه چیز کار بوددوزی ما بیادر به سقوط مواجه شد. حال از مجبوری بیادر هر کار پیشه که بیادر باشه ما مجبور هستیم بکنیم. رئیس اتحادیه بوددوزان شهر کابل میگوید که بیشتر بوددوزان مصروف دیگر شغل ها شدند. به گونه مثال این فرد پیش از این سالهای زیاد در صنعت بوددوزی کار میکرد، اما در حال حاضر یک دکان خوراک فروشی دارد. یک تعدادش دمی بازار من میشناسم، کراچیوانی میکنه، یک تعدادش چپس میفروشند. همین چپس فروشی که یک مثال زنده شنمید که از کارگاه مک برامده رو بروی مینمید چپس فروش کرد، بیچاره خودش بودوز بوده. دو تا دکانی که در پالویش از خوراک فروشی هر دوش بودوز بوده. به گفته رئیس بوددوزان شهر کابل، شمار زیاد از بوددوزان صنایعشان را با گذاشتن علامت دیگر کشورها مانند ترکیه به فروش می رسانند. مارک خارجی را می زنند، مارک ترکیه یا یک کشور اروپایی را با زور می تانند، مثل کلاهبرداری سر مردم عزیز ما تا 2,500 افغانی بفروشند. یکی از علتاش این است و کارگر ما رو، کارگردان ما رو بیچاره مجبور است که تن به این ذلت بدهد. اکثریت مشتری ها که سعی میکرد فقط برای لوگو، البته دکاندار هم کلان که سودا میکردن در حساب ترکی سودا میکردن. پیش از سال 1371 هجری خورشیدی بیش از 3000 کارگاه کوچک و بزرگ بوددوزی در کشور وجود داشت، اما نبود حمایت دولت سبب شد تا بیش از 2700 کارگاه بسته شود. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر موضوع به کارگیری جنگ افزار کیمیایی از سوی دولت سوریه ثابت شود، موضع واشنگتن در برابر دمشق تغییر خواهد کرد. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن میگوید که شواهد استفاده جنگ افزارهای کیمیایی از سوی دولت سوریه ابتدایی است. از سوی دیگر مخالفان دولت سوریه از جامعه جهانی خواستند تا برای توقف حملات دولت سوریه بر ضد آنچه آنان غیر نظامیان گفتند اقدام کنند. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.